با سلام خدمت دوستان عزیز، با یک ویدیوی آموزشی دیگه خدمت شما هستیم. من هامون صبری هستم، دندانپزشک از شهر تهران. در این ویدیوی کوتاه میخوایم با هم دیگه به آموزش 10 ترفند مخفی و کمتر شناخته شده در نرم افزار مایکروسافت وورد بپردازیم. ترفندهایی هستش که خودم گلچین کردم و به نظرم ممکنه در کار روزمره خیلی به درد بخوره در افزار مایکروسافت وورد، و خب امیدوارم به دردتون بخوره و بتونید ازشون استفاده بکنید. خب بدون معطلی میریم سراغ نکاتمون. با نکته اول شروع میکنیم. فرض کنین یه بلانک پیج باز کردیم و میخواین نه از سر خط، بلکه میخواین از هر جایی که دلتون میخواد شروع کنیم به تایپ کردن. راه حلش این هستش که یه دابل کلیک اگر رو هر نقطه ای از این بلانک پیجتون بکنین، میتونین از اونجا شروع کنیم به تایپ کردن. مثلا دابل کلیک دی، دابل کلیک دی، دابل کلیک دی، همینطور که میبینین به راحتی میتونین از هر جای دلخواهتون شروع کنیم به تایپ کردن. این نکته اول بود. بریم سراغ نکته دوم. خب من یه متن اینجا آوردم. فرض کنیم می‌خوایم که یک کلمه از این متن رو مشخص کنیم. شورتکاتمون خیلی راحت هستش. تنها کاری که باید بکنیم اینه که کلمه رو روی کلمه ماوس رو می‌بریم و دو کلیک سریع روش انجام میدیم. و فقط اون کلمه که مد نظرتونه مشخص میشه و روش میتونین در واقع ادیت و کار دلخواه خودتون رو انجام بدید. حالا نه، یکی میگه من میخوام کل پاراگراف رو مارک کنم. راه حل بعدیش این هستش که در واقع به جای دو کلیک سه کلیک انجام میدین و کل پاراگراف مشخص میشه و میتونین کار دلخواه خودتون روش انجام بدین. پس اینم شد نکته سوم. اما یک نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، به نظرم یه ذره شاید یه سری نمیدونن اینو، این هستش که وقتی میخوایم مثلا یک کلمه ما مشخص میکنیم و میخوایم این جمله ای که این کلمه توش هست رو به صورت کامل مشخص کنیم، اون وقت باید چیکار کنیم؟ مثلا کلمه آپشن رو ما در واقع داریم اینجا و میخوایم جمله کامل، یعنی از تو تا ایت رو با یک شورتکات مشخص کنیم. خب خیلی آسونه. کاری که باید بکنید که دکمه کنترل رو از کیبورد فشار میدیم و نگه میداریم و یک کلیک رو همین کلمه میکنیم و به همین راحتی اون جمله ای که در واقع این کلمه توش هست از اول تا آخر مشخص میشه. یا مثلا اینجا جمله ای که مثلا این کلیک توش هست، یه کنترل کلیک و کل جمله مشخص میشه و میتونیم با تغییرات دلخواه خودمون رو انجام بدیم. این شد نکته 4. میریم سراغ نکته 5. اینم نکته جالبی هستش. باید با در واقع کلید به علاوه یا مثبت اینجا بازی کنیم. میتونید شما در واقع به علاوه فاصله، به علاوه فاصله رو بزنید و یه به علاوه دیگه اینتر رو که بزنید تبدیل به یک جدول میشه. یعنی بدون اینکه بیاین اینجا از قسمت اینسرت و تیبل رو بخواید بزنید، میتونید یه جدول به همین راحتی اینجا اضافه کنید. یه بار دیگه ببینید، باید به تعداد به علاوه فاصله بین دو تا به علاوه، یعنی الان میشه یه دونه، الان میشه دو تا، الان میشه سه تا، یعنی بین این به علاوه میبینید 1 2 3 تا فاصله هست. اینتر رو که بزنیم در واقع یه جدول 3 خونه‌ای باز میشه. و حالا اگر بخوایم به ردیف های این جدول اضافه کنیم، کافیه بیرون جدول یه اینتر رو بزنیم، دوباره میایم بیرون جدول یه اینتر رو میزنیم و به ردیف هاش هم اضافه میشه و خب خیلی سریعتر و راحتتر میتونیم یه جدول رو به دکیومنتتون اضافه بکنیم. این هم نکته ششم بود. خب بریم سراغ نکته هفتم. یه هفته اینه که شاید شما هم مثل من بخواین از قبل یه متن خیلی رندومی رو همینجوری اضافه کنین و روش کاری انجام بدین، یعنی مهم نباشه که متن چیه. مثلا این متنی که من اینجا اضافه کردم، حتما لازم نیست بین رو از یه جایی کپی پیست بکنین و متن پیدا کنین و از این قبیل کارا. کاری که قرار بکنین این هستش، این دستور رو، این شورتکات رو تایپ میکنین مساوی رند پرانتز باز و مقادیر x و y رو که باید مشخص کنیم. حالا x مون چیه؟ x مون در واقع تعداد پاراگراف هستش و y مون هم تعداد خطوط هستش.
یعنی مثلا شما میخواین یه متنی رو با 5 پاراگراف برای اون اضافه کنه که در هر پاراگراف 2 خط مطلب باشه. اینو فقط برای آموزش نشه، اینو پاک میکنم و دستورمون در واقع دستور نمایون این هستش: مساوی رند پرانتز باز تعداد پاراگراف ها پرانتز ویرگول تعداد خطوط در هر پاراگراف پرانتز بسته. اینتر رو که بزنین خود ورد براتون یه متنی رو پیدا میکنه و اونو اینجا در واقع کپی میکنه و میتونین حالا روش هر کاری که بخواین انجام بدین. پس یه بار دیگه رند ببخشید مساوی رند پرانتز باز، این دفعه میخوام مثلا برام 3 تا پاراگراف بده، در هر پاراگراف 5 تا جمله باشه، پرانتز بسته اینتر. به همین سادگی براتون متن اضافه میکنه. اینم نکته جالبی بودش. خب بریم سراغ مورد 8. شاید بعضیا بخوان براشون سوال باشه که چجوری میتونیم اسکرین شات اضافه کنیم به داکیومنتمون. خب شما قسمت اینسرت که میرین اسکرین شات هستش اینجا. اونجا دو تا آپشن داره. یکی این که خودش اویلیبل ویندوز هست، یعنی اون نرم افزاری که پشت تو بک گراند ورد باز هستن و خودشون ازشون اسکرین شات آماده کرده. مثلا من تو بک گراند اکسل رو دارم. اینجا اکسل رو میبینید و اینو من بزنم همون اسکرین شات اکسلی که الان تو بک گراند باز هستش رو میاد و شما میتونید روش کارهای دیگه تون رو انجام بدین، ادیتش بکنین. اما یکی هست که میگه نه من میخوام اسکرین شات خودم رو داشته باشم، یعنی از جایی که خود دلخواه خودم باشه. اونم اسکرین کلیپینگ که میزنین اتومات برمیگرده روی نرم افزار قبلی، یا اینکه میتونین از این از پایین در واقع تصویرتون نرم افزارتون انتخاب کنین و بعد مثلا من میام اینجا و از مثلا از این قسمت یه اسکرین شات میگیرم و همون لحظه وارد ورد میشه. اینم خیلی اوقات به کار میاد و به نظرم دونستنش خالی از لطف نیستش. خب بریم سراغ آپشن 9. شاید بعضیا بگن که ما میخوایم برای نرم افزار وردمون از توی خود ورد خیلی راحت میخوایم یه پسورد بذاریم، یا حداقل یه پسوردی بذاریم که یکی هم اگر تونست باز کنه داکیومنت و بخونه نتونه تغییرش بده. خیلی راحته، میایم قسمت فایل سیو از رو میزنیم. سیو از رو که زدیم مثلا تو دسکتاپ می‌خوایم سیوش کنیم و در واقع اینجا یه قسمت هست به نام تولز. تولز رو که انتخاب می‌کنین قسمت جنرال آپشنز اینجا میتونید در واقع دو تا قسمت پسورد تو اوپن و پسورد تو مودیفای. این پسورد تو اوپن رو میتونید بزنید برای اینکه یک نفر اگه خواست داکیومنت رو باز کنه همون اول ازش پسورد بخواد. پسورد تو مودیفای هم برای این هستش که اگر کسی خواست تغییرش بده باید این پسورد رو وارد کنه. پسوردتون رو میزنید و اوکی رو که بزنید اون سیو میشه و از دفعه بعدی میتونید در واقع اون پسورد رو وارد کنید برای باز کردن یا برای ادیت کردن داکیومنتتون. میریم سراغ نکته 10. این هم چند روز پیش خودم استفاده کردم، یعنی نیاز داشتمش و رفتم پیدا کردم براتون از اینترنت و به نظرم بعضی وقتا لازم میشه. مثلا شما یه کلمه می نویسید مثلا برندی یا مثلا سامسونگ، بعد میخواین اینجا براش یه علامت کپی رایت بذارین. کپی رایت بعد برین از اینسرت و از اضافه سیمبل ها و اونجا کپی رایت رو انتخاب کنین که یکم شاید ممکنه وقتتون تلف بشه یا طول بکشه به این شکل. اما خب برای این ما یه شورتکات در پیدا کردیم که میتونین از اون استفاده کنین. اونم چیزی نیست جز پرانتز بسته ببخشید پرانتز بسته سی ببخشید پرانتز باز سی و پرانتز بسته و تبدیل به علامت کپی رایت میشه. خب این 10 تا نکته هم بود، اما یه نکته هم من میخوام اضافه بر اینها به عنوان نکته 11 براتون بگم که به نظرم این هم جالب هستش. فرض کنین میخواین یه خطی رو بکشین که از این علامت مساوی تشکیل شده، چیکار میخواین بکنین؟ یا اینکه یه خطی رو میخواین بکشین که از این خط تیره ها تشکیل شده، یا یه خطی که مثلا دیگه که حالا از مثلا حالا از هر علامتی رو مهم نیستش، این دو تا رو فعلا ببینیم. برای این کار کافیه 3 تا از همون علامت رو پشت سر هم بزنین و بعد اینتر رو فشار بدین، یه خط براتون ایجاد میکنه. مثلا اینجا 1 2 3 تا و اینتر، یا مثلا آندرلاین 1 2 3 تا و بعد اینتر، دوباره 1 2 3 اینتر.
و به این طریق میتونین یه در واقع خطی رو اینجا ایجاد کنین و در واقع کارتون رو باهاش انجام بدین. خب به انتهای نکاتمون میرسیم، امیدوارم این نکات براتون کاربردی واقع باشه و لذت برده باشین ازشون. همینطور ازتون میخوام که اگر کسی از دوستان هستش که یه نکته اضافه بر این نکته که فکر میکنه جالب باشه، جدید باشه برای بینندگان، لطفا در قسمت کامنت ها این رو توضیح بده و بنویسه برامون. همینطور اگر سوالی داشتین میتونین در قسمت کامنت ها مطرح بکنین و در نهایت میتونین چنل یوتیوب من رو در یوتیوب که لینکش رو این پایین میذارم سابسکرایب کنین، که اونجا در واقع سایر آموزش ها راجع به ورد هستش، ببخشید راجع به آفیس هستش، و همینطور برای علاقمندان به رشته دندان پزشکی ویدیوهای آموزشی دندان پزشکی هم اونجا قرار داده میشه. خیلی ممنون از توجه شما.